سلام، شنبه 11 مهر 88 3 اکتبر 2009 میلادی. چهار موضوع رو راجبش صحبت میکنم. موضوع اول بحثی است که دیروز راجبش صحبتی کردیم، قول دادم که امروز ادامش بدم، اون هم شبکه سازی ارتباطیه که قبلا یک بار گفته بودیم که یکی از کارهایی که هر کسی به راحتی میتونه بکنه این است که 10 نفر، 15 نفر تا 20 نفر رو در نظر بگیره، هر چقدر دورتر به لحاظ سنی، حتی جغرافیایی، طبقاتی از خودش باشه بهتر، و اخبار جنبش رو به اونها برسونه و از اونها هم بخواد به چند نفر دیگه بگن، و به این روش در واقع یکی از ضعف‌های ما یا یکی از توطئه‌های حکومت رو که سعی میکنه دائما ارتباطات جنبش رو ضعیف بکنه با پارازیت دادن روی تلویزیون‌های ماهواره‌ای، با پایین آوردن سرعت اینترنت، با کنترل تلفن، با قطع موبایل وقتی که یک جایی تظاهرات هست و غیره، جبران بکنیم. اما این بحثی است که قبلا هم کردیم، یکی از وظایفی است که هر کسی میتونه انجام بده. اما یک روش دیگه هست، روش سریع بین کسانی که فعالن، دست اندر کارن، و اون هم درست کردن به اصطلاح درخت تلفنیه. هر کسی که فعاله، یک نفر فعال دیگر، فقط هم یک نفر که تلفنش به خاطرش بمونه به راحتی، و به راحتی هم با هم قول و قرار گذاشته باشن که اگر کلماتی پشت تلفن میگه او اون طرف مقابل بدون منظورش چیه، قول و قراری که خودتون با هم میگذارید، به جای فعالیت ها، آدم ها، لغات مشابهی رو قرار گذاشتین که همینقدر که پشت تلفن میگید طرف مقابل میفهمه، برای اطلاع رسانی سریع. من مثالی رو بزنم. وقتی که زنان آلمانی در مقابل حکومت نازی، حکومت هیتلر، که شوهران اونها رو دستگیر میکرد، شوهران یهودیشون رو، و میبرد، شروع کرده بودن گرفتن و بردن و سوزوندن و به بازداشتگاه ها منتقل کردن، زنهای اینها که آلمانی بودن، مسیحی بودن، یهودی نبودن، با هم یک شبکه تلفنی درست کرده بودن. اولین باری که نازی ها این کارها رو شروع کرده بودن، آدم کشی ها رو، و یک بار که چون منتظر بودن که حمله کنن، دستگیر بکنن شوهرانشون، اولین باری که این کار کردن با همین شبکه تلفنی که یک به یک، حتی اگر یک به دو یا یک به سه باشم خیلی خوبه، ولی یک به یک که به سرعت بتونن از یک تلفن زمینی هم خبر بدن، اگر حتی موبایل قطع باشه، امروزه این ارتباط یک به یک باعث شد که یک مرتبه چند هزار نفر از زنها اومدن توی خیابون روزنشتراسه، و اصلا اینجور شبکه تلفنی به روزنشتراسه، خیابون روز در واقع، معروف شد و یک تظاهرات بزرگی شکل گرفت که نازی ها ناچار شدن عقب نشینی کنن. مراد من این است که دیروز صحبت میکردیم راجع به در مدارس و حتی در دانشگاه ها ما چه کارهایی رو میتونیم بکنیم. اولین مسئله این بود که جاییست که همدیگر رو میبینیم، حضوری میتونیم اخبار، ارتباطات، آموزش ها و سایر موارد رو رد و بدل کنیم و شبکه ارتباطی با هم بسازیم، به خصوص بین فعالین. شبکه ارتباطی به شکل درخت تلفنی در مواقع حساس بسیار به درد میخوره، در مواقعی که احتیاج داریم یک مرتبه 200 نفر 300 نفر بیان یک جایی یک کاری رو بکنن. وقتی شما در مدرسه یا در دانشگاه این ارتباط رو شکل داده باشید، در مواقع حساس کاملا به درد میخوره و میشه همه بیان توی میدون. غیر از اون به اصطلاح شبکه اخبار رسانی که به آدمهای ممکنه غیر فعال و دورتر از خودمون هم سعی میکنیم به این ترتیب ولو حضوری یا به روش های دیگه خبر رسانی بکن. در همین رابطه این رو هم بگم که حکومت دیروز جمعه فعالین دفتر تحکیم وحدت دانشجویی، شورای تهران و 3 نفر از اعضای شورای مرکزی رو دستگیر کرده. به خیال خودش در واقع سعی داره میکنه که فعالین جنبش دانشجویی رو، حتی فعالین قبلی رو،
بگیره، دستگیر کنه، به هوای اینکه وقتی کادرای فعال نباشن بتونه که جنبش دانشجویی رو از نفس بندازه. این همون اشتباهی است که در سطح کلان جنبش هم کودتاچی ها کردن. فکر میکردن هر کس رو که به نظرشون فعاله، پیر یا جوان، فعال فعلی یا سابق، اگر دستگیر کنن هیچ کی دیگه نمونه فعالیت بکنه، جنبش میخوابه. غافل از این که کارخونه کادرسازی جنبش داره کار میکنه و به ازای هر یک نفری که دستگیر میکنن چندین نفر کادر تازه نفس در میدونه. این دانشگاه هم اشتباه محاسبه کودتاچی ها این است که فکر میکنن همین تعداد فعالین سابق کار میکنن. غافل از این هستن که هزاران فعال جدید شکل گرفتن و در دانشگاه هست. نکته دومی که میخواستم بگم این است که استادیوم آزادی، مسابقه استقلال پرسپولیس که برگزار شد، به ما نشون داد که وقتی که اتحاد هستش میشه شعار داد. با همه تلاشی که حکومت کرد چندین هزار نفر رو برده بود که فریاد بزنن. من اسم اینا رو گذاشتم آدم های چند کاره، چون در این حالی که ممکنه دانشجوی دانشگاه امام حسین سپاه یا امام صادق باشن، شب میبرشون زندان از زندانیا بازجویی کنن، روز میارشون نمیدونم شعار رو از دیوار پاک کنن، بعد میبرشون استادیوم فریاد بزنن، بعد عرض شود که بهشون اسلحه میده مردم رو بکشد و چندین کار رو این تعداد اندکی آدم که دارن میکنن. و وقتی یه روزی مثل روز قدس یک مرتبه مردم انبوه میان تو خیابون، اون وقت تعداد کل اونها معلوم میشه که چقدر کم هستن. به هر حال یه تعدادی رو که بسیج کرده بودن در استادیوم شعارهایی داده بودن و سعی کرده بودن که به اصطلاح مقابله بکنن با شعارهای اکثریت مردم، ولی همونطور هم که پیش بینی میشد هم در بازی مردم شعار میر حسین یا حسین یا حسین میر حسین دادن، هم موقع خروج، و در واقع به هر حال همه تدابیر امنیتی که کرده بودن نتونست که جلوگیری بکنه از کاری که بچه ها مثل بچه های فعال مکزیک یا کشورهای دیگه انجام دادن. و حکومت هم باید بداند که هر هفته در بازی های لیگ همین گرفتاری رو داره. اما مطلب سومی که میخواستم بگم این است که آقای طائب رو که برداشتن از فرماندهی بسیج، دارن سعی میکنن یه سمتی خلق کنن که خیلی آبروش نره و در واقع فکر میکنن اینجوری هم داخل حکومت رو یه خود آروم کنن، یعنی این پراکندگی و اختلافی که هست آقای خامنه‌ای میخواد بلکه جمع و جورش بکنه، اون ضعفی که ایشون داره و نمیتونه جبهه پشت سرش رو جمع کنه، هم بلکه مردم رو کمی تسکین بدن. غافل از این که امثال آقای طائب یا آقای مرتضوی مهم نیست از جلوی چشم کنارشون ببرن بعد از یک عمری جنایت و خیانت، اینها باید محاکمه بشن در دادگاه مردم و جواب کارهایی رو که کردن پس بدن. بنابراین خواست مردم که کاهش پیدا نمیکنه، اما اتفاقی که میفته سرشون اینیست که افتاده. یعنی آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه روز گذشته اومده صحبت کرده و در واقع داره خط و نشون میکشه برای کسایی مثل آقای رفسنجانی یا داخل بیت یا دیگرانی که سعی میکنن یه جور آشتی سیاسی درست کنن، وحدت درست کنن، و آقای جعفری داره سعی میکنه با خط نشونهایی که میکشه این حوادث رو با جنگ مقایسه کنه و بگه که ما داریم میجنگیم و وایسادیم و در واقع دوباره توی دهن آدمهای سیاسی من جمله خود آقای خامنه‌ای بزنه. ولی ورای اینها اون چیزی که جالبه این است که این آقایون اختلافاتی که تو خودشون دارن و حل نمیشه بینشون، این مشکلات در عزم مردم هیچ تأثیری نمیگذاره. و جالبه که خبرهایی هم ما داریم که حتی داخل وزارت اطلاعات دست به تصفیه های گسترده دارن میزنن به دلیل ناراضی بودن و اختلافاتی که بروز کرده، که من حالا اطلاعات بیشتر بگیرم خدمتتون میدم. و بسیاری از آدم های خودشون هم باید بدانن که سرنوشت آقای طائب و امثال هم که انتهاش مثل سعید امامی خواهند شد، در انتظار خیلی از این آقایون خواهد بود که مزدوری کردن و آدم کشتن. آقای خامنه‌ای کسی است که وقتی پای حفظ خودش پیش بیاد نزدیکترین کسان مثل سعید امامی رو زیر پاش خواهد گذاشت و
اونها رو قربانی خواهد کرد. منتها این بار گرفتار نظامیایی شده که با خودش هم کشمکش دارند و مبارزات مردمه که همه این حرفا رو جارو میکنه. اما نکته آخری که بحث مفصلترش میمونه برای بحث فردامون، کوتاه اومدن جمهوری اسلامیه که پذیرفته که غنی‌سازی اورانیوم رو اصلا مرحله انتهاییشو ببره در روسیه، یعنی به 6 سال قبل هم عقبتر از اون برگشته از ترس اینکه بلکه جبهه خارجی رو آروم کنه و در داخل بتونه با مردم مقابله کنه، که من فردا بیشتر راجع به این صحبت میکنم و خیال باطلی که کردن. تا فردا شاد، پیروز و موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایران.